با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمالگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. متاسفانه دولت بلژیک تصمیم گرفته که تن به یک رسوایی بزرگ بده و اون توافقی هست که خودش از چند ماه پیش با نمایندگان رژیم اسلامی داشتن، مبنی بر تبادل زندانیان، اسمشو گذاشتن مبادله زندانیان و اسرا، و بر مبنای همین توافقنامه سری که انجام داده بودن، بالاخره هفته گذشته تصمیم گرفتن که این رو به پارلمان بلژیک بدن که باز متاسفانه در روز چهارشنبه بعد از دو روز مباحثات فشرده و علی‌رغم خارت و پروت های برخی از این نمایندگان پارلمان برای مخالفت و فلان اینا، میبینیم که به غیر از یک حزب که رأی مخالف داده و یک حزب که رأی ممکنه داده، بقیه احزاب یعنی نمایندگان اونها که در پارلمان حضور داشتن به این طرح مشمئز کننده، به این لایحه کاملا رسوایی که پرده از این ادعاهای مبارزه با تروریسم و جاسوسی و دفاع از حقوق بشر و این داستان ها برمیداره، خودش رو به نحو عیان آشکار کرد. مهمان عزیزی داریم، رفیق فیروز زودچنگ که خودش ساکن بلژیک هست و از نزدیک جزئیات این ماجرای رسوایی برانگیز رو دنبال کرده که عواقب بسیار پردامنه‌ای خواهد داشت که در طول این گفتگو سعی میکنیم جوانبی از اون رو مورد بررسی قرار بدیم. خب آخرین اخبار و گزارشات رو از زبان تو میشنویم پیروز جان. خب سلام میدم به تو رفیق عزیز، رفیق آرش، ممنون از اینکه این امکان رو دادی که در این برنامه نگاهی بندازیم به این خبر بسیار مهم، و همچنین سلام میدم به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. آره، همون جوری که خودت گفتی، به اصطلاح یک قرارداد بسیار بسیار حساس و تأسف انگیز بین دولت بلژیک و جمهوری اسلامی بسته شده، امضا شده. در اصل میشه گفت که این قرارداد در اسفند ماه 1400 در بروکسل بین یکی از مدیران ارشد دادگستری بلژیک و غلام حسین دهقانی سفیر ایران در بلژیک امضا شده. این قرارداد با اسم رمز بشردوستانه ولی دقیقاً ضد بشری به اصطلاح میشه ازش این عنوانو بهش گذاشت و امضا شده تحت این عنوان که زندانیانی که به اصطلاح در دو کشور هستن اینها رو بتونن با همدیگه مبادله کنن. چرا گفتم اسم رمز بشر دوستانه؟ به خاطر اینکه وزیر دادگستری اینجا مدعی شده ما باید تلاش کنیم زندانیان بلژیکی که در بلژیک در ایران هستن اینا رو به خانواده هاشون نزدیک بکنیم، بیاریم در جمع خانوادگیشون. ولی اون ور قضیه رو طرح نمی کنه که در مقابل این چه کار به اصطلاح ناپسند و بسیار بسیار غیر انسانی رو انجام میدن. اینکه دقیقاً در کنار اون امضای اسفند ماه 1400 چه نکاتی بین اینها مطرح شده ما که بیخبریم، یعنی همه بیخبرن. چنانچه فرض کنید مثلا مصاحبه هایی که توی یکی دو روزه با عناصر مختلف خود پارلمان هم از جمله کمیسیون امور خارجه پارلمان بلژیک مصاحبه هایی وجود داشت با افراد مختلف، اونا خودشون هم میگفتن که ما نمیدونیم دقیقا پشت این پرده این امضا این قرارداد چه چیزی است، ولی هرچی هست به جمهوری اسلامی این امکان رو میده فردا مثلا جنایتکاراش که تو سطح اروپا میان برای کشتار، ترور کردن، بمبگذاری کردن، نمیدونم کارهای خلاف بشری به قول معروف انجام میدن، این امکان رو به جمهوری اسلامی میده با یک شهروند رو، حالا چه به شکل دوتابعیتی یا مثلا مثل همین شهروند بلژیکی اولیویه ونکاستین که
در به اصطلاح ماه فوریه دستگیر شده و به عنوان جاسوس، این اصلا طرف یک چیز بوده، یک امداد رسان بوده، چند سالی هم از ظاهرا اونجاست، قبلا هم تو افغانستان بوده، در امور پناهندگی کار میکنه و این فرد رو میگیره به عنوان اینکه جاسوسی، زمینه این رو آماده میکنه، بعد این قرارداد رو میان با هم دیگه بندن که چیکار کنن. در مقابلش اسدالله اسدی که حتما معرف حضورتون هست، به اصطلاح دبیر نفر سوم سفارت ایران در اتریش بوده، اینو چند سال پیش گرفتن که با هم دستی به اصطلاح سه تا هم زیر دست خودش بود که به نامهای مهداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی، که اینا رو اینا اجیر کرده بودن با برای توی به اصطلاح نشستی که ظاهرا مجاهدین داشتن در اونجا بمب‌گذاری بکنن. بعد اینو جمهوری چیز دولت بلژیک با همکاری فرانسه و آلمان که کاملا اینو زیر نظر داشتن، قبل از اینکه اصلا اینا بتونن اقدام به این عمل بکنن، اینا رو دستگیر میکنن. بعد در طی مراحل به اصطلاح طولانی که محاکمه اینا طول کشید، به اینا بیست و یعنی ثابت شد که اینا دارن، چرا که امکان بمبگذاری رو، یعنی مواد منفجره رو که 500 گرم ظاهرا اعلام شده، در ماشین این پیدا شده اصلا این فرد، بعد در حال تردد توی بلژیک. خب این اثبات شد، 20 سال حکم گرفت، زیر اون افرادی که باش همکاری داشتن اونا هر کدومشون حکمای سنگینی گرفتن. حالا این امکان رو چیکار میکنه؟ این امکان رو، این قرارداد میده که اینا رو، جمهوری اسلامی میگه خب من اینو میدم اونا رو میگیرم. اصل قضیه اگر بخوایم اینجوری نگاه کنیم که این یک کار به اصطلاح مبادله زندانی، در صورتی که برای افرادی فرض کنید تحت این عنوان که مثلا فرض کنید کار قاچاق کرده، نمیدونم کار فرض کنید غیر نرمالی که در ارتباط با ورود غیر مجاز، نمیدونم فرض کنید حتی تو زمینه های مثلا اقتصادی فلان اینا که با قوانین بلژیک همخوانی نداره، اگر یه همچین کاری انجام بگیره و محاکمه بشه حکمی رو بگیرن، این کار به ظاهر میتونه اون به اصطلاح شکل بشر دوستانه داشته باشه که بر اساس درخواستشون بگن که ما میخوایم بریم تو کشور خودمون این رو ادامه. ولی در صورتی که یک تروریستی که خودش هدایت شونده از طرف دولت جمهوری اسلامیه و ثابت شده، چون این فرد معمولی نبوده، نفر سوم سفارت ایران در اتریش بوده، حالا این رو به این شکل مورد معامله قرار میدن. این یکی از اون نکات بسیار بسیار سیاهیه که در صورت مثلا، البته الان که تصویب شده با توجه به مثلا بحثایی که روز سه‌شنبه انجام گرفته بود که بعد از 4 ساعت به نتیجه نرسید، چون تقریبا میشه گفت که اکثر نمایندگانی که شرکت کرده بودن دوی اون کمیسیون امور خارجه مورد سوال قرار دادن این مسئله رو، ولی به هر حال اون کا مقاومت خیلی محدودی متاسفانه با وجود بحثای زیادی که انجام گرفت مواجه شد و روز چهارشنبه با صرفا در مقابل مخالفت یک حزب به اصطلاح فلمان، این به تصویب رسید و قرار بر این هستش که تو صحن عمومی مجلس هم این قرارداد لایحه رد بشه، عهدنامه یا لایحه یا قرارداد، و بعد از اون عملا میره به پای اجرا شد. با توجه به این که مقاومت چندانی بین احزاب قرار نگرفت، این به چالش اساسی کشیده نشد، به احتمال زیاد از اون صحنه هم این جان سالم، متاسفانه این قرارداد ننگین که واقعا یک ننگین به این معنا که در پرونده بلژیک به عنوان یه به اصطلاح لکه ننگی باقی خواهد موند و به احتمال زیاد مورد تایید قرار خواهد گرفت. خب این دولت کنونی بلژیک تا اونجا که من میدونم یک دولت ائتلافیه دیگه، یعنی متشکل از یک حزب کاتولیکی و حزب کارگر. و همینجا بگم که من دیدم این خانم دریا صفایی که از طرف همین
ائتلاف جدید فلامن ها که همون هلندی زبان های بلژیک هستند، که یک حزب کاملا دستراستی و دستراستی افراطی و ناسیونالیست و این داستان ها هست، که ایشون دریا صفایی به نمایندگی از اون حزب در پارلمان حضور داره، داشت به هر حال مخالفت خودش رو بیان میکرد تا اینجا که داره مخالفت میکنه، کار درستی میکنه، ولی به قول زد به صحرای کربلا، گفت این حزب کارگر و کمونیست ها تشکیل دادن و کمونیست ها معمولا دوست دارن با آیت الله ها خلاصه حمایت کنند و این داستان ها. یعنی باید بهشون گفت قبل از اینکه اصلا مبارزه سیاسی رو شروع کنن، هزار هزار کمونیست ها در نبرد با جمهوری اسلامی جان خودشون رو از دست دادن. این احزاب کارگری کشورهای غربی یا احزاب سوسیال دموکرات هم ربطی به کمونیسم ندارن، اینا احزاب سرمایه‌داری امپریالیستی هستن. این شما حساب برس حزب کارگر بریتانیا در دوره تونی بلر، که حتی احزاب فرض بگیم محافظه‌کار لیبرال دیگر کشورها از فرانسه تا کانادا مخالف حمله به عراق بودن، او تنها فردی بود و حزبش که در پیوند با جورج بوش پسر حمله کردند به بهانه دروغین به عراق و فلان اینا، یا مثلا حزب کارگر که در استرالیا در رأس امور قرار داره و در جاهای دیگه. اینا احزاب سرمایه‌داری امپریالیستی هستن، منتها مثلا فردی که 100 سال پیش از سبقه مثلا کارگری و سوسیالیستی برخورده بوده، الان هیچ ربطی به سوسیال کمونیسم نداره، که این خانم دریا صفایی میزنه به سرای کلا، اینا ربط میده به کمونیستا که ازش یک استنتاج بکنه در اون رسانه های دست راستیه که میخوان آلترناتیو های مثل سطح طلبا رو فقنه بکنن بر مردم ایران، به اصطلاح یک سیگنال بد بده به مردم ایران که بگه مثلا ببینید این کمونیست ها این کاره هم دوکنن، داستانی که خود همین کمونیست ها جز قربانیان اولیه به اصطلاح همین رژیم اسلامی بودن و جز کسایی بودن که دائما خواهان مبارزه با تروریسم جمهوری اسلامی بودن، و از غذا همین دولت‌های غربی سرمایه‌داری مدعی حقوق بشر که الگوی این اپوزیسیون راست هست، از سلطنت تا مجاهد تا لیبرال تا جمهوری خواه، ما اینا رو افشا میکنیم و همیشه هم گفتیم که این دموکراسی که اینا صحبتش میکنن، حقوق بشری که اینا صحبت میکنن، حرف مفتی بیش نیست، هر جا که منافعشون اجازه بده حاضر با فاشیستی ترین، ارتجاعی ترین، آدم خارترین و تروریست رژیم ها هم سازش بکنن و معامله بکنن. منتها اینو دولت بلژیک آورده تو پارلمان، قبلا همین کار مبادله رو شما حساب برس فرانسه بارها کرده، همین کار معامله رو آمریکا بارها کرده، چون جزء قوانین به اصطلاح اجرایی خود دولت میتونست تصمیم بگیره، لزومی به رأی به اصطلاح کنگره یا پارلمان نبود، ولی توی خب طبق قوانین بلژیک این قرارداد باید به تصویب پارلمان برسید، که علارغم این غرولندهایی که برخی از این نماینده های مجلس کردن، متاسفانه همه احزاب، چه اونایی که به اصطلاح میانه بودن، چه سوسیال دموکرات بودن، چه راست و محافظه کار بودن، به غیر از یک حزب، همین حزب خانم دریا صفایی، ائتلاف جدید فلمن ها و یه حزب دیگری که رأی ممتنه داد، بقیه همه رأی موافق دادن و این تو کمیسیون روابط بین‌المللی پذیرفته شده به احتمال زیاد، و متاسفانه در رأی پارلمان و اکثریت پارلمان رو هم خواهد داشت، من یعنی که حادثه جدیدی رخ بده بود. البته آرشان، من اینو اضافه کنم که تو این روزها علی‌الظاهر این خانم دریا صفایی خب یک فعالیتایی داشت، چون حزبش مخالف این بود که این مخالفت اون علی ظاهر به عنوان یک نگاه، چون توی تبلیغ حالت بشردوستانه ای رو به خودش میگیره، هرچند بسیار جریان دست راستی همون جوری که اشاره کردی، و خود خانم دریا صفایی هم متاسفانه قبلا هم پروندهش به نوعی روشن بوده، مشخص بوده، بسیار تو زمینه فرض کنید پناهندگی و اینا هم خیلی نقش بدی داشته و به نوعی ضد پناهندگی بوده و به نوعی هم به چالش کشیده کسانی که میان اینجا پناهنده میشن. فراموش کرده که خودش با والدینش به عنوان پناهنده وارد این مملکت شدن و از اینجا بوده که مسئله گذاشته تو برنامه‌های سیاسی و به این حزبم نزدیک شد. حالا از این میگذریم، ولی یک چیزی که بسیار صحبتش هست مسئله اینی که به نوعی پشت پرده خود نقش فرانسه هم تو این زمینه
مطرح هست، یعنی برای تصویبه. ببینید الان مثلا این مسئله اینجا طرح میشه، حالا خود اینو باز بر میگردیم، یهو میبینیم مثلا فرض کنید در ارتباط با سوئد و فنلاند که خواهان این بودن که این کشورهای عضو ناتو تلاش کردن که اینا رو بیارن که اونا تا حالا مقاومت کرده بودن نمی اومدن به طور رسمی توی ناتو، اینو اقدام میکنن، ترکیه در وهله اول مقاومت میکنه، بعد در موافقتش خواهان استرداد تعداد قابل توجهی از مخالفین به اصطلاح ترکیه میشه در فنلاند و اینا، یعنی همزمانی اینا رو شما در نظر بگیرید. در این حال همزمان میشه با یک سری آوانس هایی که دارن اینا به جمهوری اسلامی میدن کشورهای اروپایی، علل خصوص در رأسشون فرانسه و آلمان که اونا رو پشت پرده میبینن پشت این صحنه، اونم در ارتباط با مسائلی که بعد از جنگ اوکراین پیش اومده، فرض کنیم مسئله کمبود انرژی، جایگزینی مسئله انرژی به خاطر اینکه مسئله روسیه رو به یه شکلی سعی میکنن روسیه رو بایکوتش کنن، ایزولش کنن از امکانات چیز در دعواهایی که بین خودشون هست، جایگزین کنن جمهوری اسلامی. یک نوع نگاه هم این هست، یعنی همه اینا رو وقتی در کنار هم دیگه قرار میدیم، اون مسئله مثلا اسم رمز اینجا بیشتر خودشون نشون میده که اینا چقدر مسئله بشر رو، مسئله انسانیت رو و مسئله علل خصوص ایرانی هایی که با این تعداد قابل توجه خارج از ایران هستن، تو کشورهای مختلف پراکنده هستن، اینا اصلا برای عاقبت اینها هیچ گونه مثل اینکه نمیاندیشن، یعنی حتی برای اونهایی که دو تابعیتی هستن یا حتی اونهایی که اصلا خودشون رو شهروند این جامعه میدونن و میدونن که جمهوری اسلامی در گذشته چه کارهایی کرده، ترورهای مختلفی رو انجام داده، تروریستا رو برگردوندن تو کشور توی ایران، بعد اومدن توی فرودگاه دسته انداختن، اینا تحت این عنوان حالا عنوان میکنن که این مسئله، این قراردادی رو که ما داریم میبندیم، این ربطی به مسئله اسدالله اسدی نداره، ولی دیگه نمیتونه این به قول من این تو بمیری از تو بمیری نیست دیگه، فردا اون ادعا داره آقا ما قرارداد داریم، طبق این قرارداد شهروند خودمون رو میخوایم که بیاد اینجا. خب اینا میدونن، هر کسی هم میدونه که پای این شهروند برسه به اونجا زندان که نخواهد بود، دست گل خواهد بود، دست گل به گردن انداختن خواهد بود، چرا که این سازماندهی شده از طریق سازمان اطلاعات اون رژیم بوده که این کار انجام میگرفته و الان به نوعی شاکی هست. خب وقتی این کار انجام میگیره، فردا مسئله نوری مطرح میشه توی سوئد، اون خودش الان میره توی سایه قرار میگیره که این داستان محاکمه این، حکم گرفتن این، و من کلن این احساسو دارم که این به همین بلژیک ختم نخواهد شد. این موضوعی هست به شکل کلانتر از این حدی که توی بلژیک بخواد بمونه، یعنی من فکر میکنم این اول از کشورهای کوچک شروع میشه، یک نوع روانشناسی رو ایجاد میکنن، بعد به یک شکل کلیتر سیاست عمومی اروپایی میشه. بعد این پیرو جان اینو بگم، ببین این سیاستی بوده که در تمام 40 سال گذشته در حال اجرا بود، فقط این بار اومدن مثلا رسما توی پارلمان در صحنه علنی به بحث گذاشتن و میخوان رأی گیری بکنن، اینقدر سر صدا کرد. شما حساب برس مثلا چند تا مثال واضح میشه زد، مثلا شما حساب برس اولین تروریستی که میخواست شاپور و بختیار رو ترور کنه، عریس نقاش، که نتونست ولی زد یه پلیس رو کشت، چند سال تو زندان، درست؟ و بعد چیکار کرد؟ دولت فرانسه با اون گروگان‌هایی که حزب الله لبنان از فرانسویا گرفته بود معامله کرد. و بعد چی شد؟ جلوی ترور شاپور و بختیار رو که نتونستن بگیرن، رژیم یه اکیپ دیگه بعد از چند سال یه اکیپ جدید فرستاد، اون فریدون بویراحمدی و یارانش، که حنجره به اصطلاح علارم حفاظت خانه شاپور و بختیار توسط پلیس تو همون خونه‌ای که شاپور بختیار بوده خودش و دستیارش رو سروش کتیبه رو مثلا چیکار کردن؟ با چاقو سلاخ کردن، کشتن. یعنی معامله‌ای که کردن سر انیس نقاش نتونست جلوگیری بکنه از ترور شاپور بختیار، یا مثلا ترور میکونوس، رستوران میکونوس در برلین که دکتر شرفکندی و یارانش مثلا چیه ترور شدن توسط
حزب اللهی‌های لبنانی اجیر شده توسط جمهوری اسلامی در رأسش کاظم دارابی و فلان. بعد کاظم دارابی رو دستگیر کردن، چند سال هم تو زندان بوده و بعد او رو دولت آلمان برگردونده به ایران و وقتی هم وارد فرودگاه مهرآباد شده با تاج گل ازش چیکار کردن؟ استقبال. یا دولت اتریش که حزب دموکرات کردستان به رهبری قاسم بود در حال مذاکره و معامله سازش بود که شاید مثلا بتونن جنگ مسلحانه در کردستان پایان بدن، در حین مذاکره در وین توسط آدم کشان جمهوری اسلامی سهرآرودی و یارانش اونجا ترور شدن و دولت اتریش میدونست که اینا عامل ترور هستن، همونجا برای اینکه براش دردسر نشه اینا رو چیکار کرد؟ فراری داد. یعنی معاملاتی از این دست حالا تو دوره اوباما هم صورت گرفته، قبلا هم صورت گرفته، یعنی دائما این دولت‌های غربی مدعی حقوق بشن، چون کشورهای امپریالیستی دو دستن دیگه، شرقی و غربی. چین و روسیه اصلا ادعای دموکراسی خواهی حقوق بشن ندارن. چین اینقدر الان اولین اعدام کننده جهان حتی حاضر نیست آمار بده، ولی این دولت‌های غربی دروغ ادعای دموکراسی و حقوق بشر و کوفت و زهر و مار دارن اونجا که منافع ملی. منافع ملی هم چیه؟ منافع مردم، منافع انسانی نیست، یعنی منافع طبقه حاکم بر این کشورها که هم سرمایه‌داران و کمپانی‌های سرمایه و دولت سرمایه. هر جا اختزاب بکنه هر معامله مشمئز کننده رو انجام میدن. و بعد این نه تنها جان انسان، تو ممکنه مثلا احمد رضا جلالی رو که الان زیر حکم اعدامه، یا اون دو فرانسوی فعال سندیکایی کارگری که رژیم دستگیر کرده، یا این بلژیکی که 6 ماه پیش دستگیر شده تازه هفته پیش خبرش اومده بیرون، رو رژیم بخواد معامله بکنه. ولی شما با این سیگنالی که دارین میفرستید پیامدش چیه؟ آیا پیامدش کنترل تروریسم، جاسوسی، خرابکاری خواهد بود یا افزایش رو خواهد؟ نه دقیقا پیامش اینه که به اصطلاح از این به بعد این امکان رو به جمهوری اسلامی میده هر گونه کار غیر نرمال رو، خطا رو، جنایت رو انجام بده، بعد با گرفتن یه شهروند معمولی به چانه زنی بپردازه، به اسارت میگیره کسایی رو. ببینید اصلا چی اتفاقات عجیب میفته. فرض کنید مثلا یه استرالیایی رو میگیره، بعد میره معامله میکنه کسایی رو از توی تایلند آزاد میکنه. خب یعنی یه چیزای عجیب، یعنی همونجوری که گفتی این موضوع جدید نیست، همیشه متاسفانه بوده این مسئله. البته این بازم مسئله حاکمه، یعنی برمیگرده به این که تو سیستم سرمایه‌داری اون منافع عمومی سرمایه‌داری، حالا میخواد به وسیله جمهوری اسلامی باشه یا میخواد به وسیله بلژیک باشه یا فرانسه باشه، همه این مسائل متاسفانه در میگرده در نهایت به اون زمینه. ولی به هر حال اون چیزی که مهمه یک به اصطلاح هشداری هست برای تمامی به اصطلاح ایرانی ها و تمامی کشورهایی که از شهروندانی که از کشورهای مختلف تو سطح دنیا پخشن، این هشدار رو میده که مواظب باشید، حواستون باشه این دولت ها هیچ گونه، حتی میای شهروند اون دولت میشی مورد اعتماد نیستن، میتونن تو رو مورد معامله قرار بدن. یعنی میبینی که به این شکل جنایت انجام میده، طبق قوانین خودشون، طبق ضوابط خودشون میان این رو محاکمه میکنن، بهش حکم میدن، بعد میدن دست همون صاحبش، میگن ببر این رو بنداز تو زندان، بقیه رو اونجا زندان. مثل اینکه مثلا فرض کنید به یه شکلهای بچه گول زدن میشه، فرض کنید مثلا. این متاسفانه هست و این قطعا عکس العمل به هر حال خواهد داشت. طبیعتا مردم آگاه، مردم آزادی خواه کشورهای مختلف اروپایی حتما در مواقع مثلا یا دلایل مختلف که اینو اعتراضشون رو حتما خواهند داشت، ولی متاسفانه در حال وقتی انجام نگیره و فقط میمونه اون حالت اعتراضی که شاید در یک زمان دیگری، در یک برهه دیگری با امکان دیگری بتونن جلوگیری کنن، ولی متاسفانه در حال حاضر این کار انجام.
این خودش اهرم اصلی که خود فشار جنبش‌های مدنی و اجتماعی است، هم ایرانیان تبعیدی هم آزادی خواهان ساکن در کشورهای غربی، اونا پارامتر اصلی هستند. اتحادیه‌های کارگری، نهادهای حقوق بشر، پناهندگی فلان، اینا فشار بیارن از طریق این فشار جنبش هست. شما حساب برس بعد از اون فاجعه میکونوس در برلین، فشاری که رو دولت آلمان اومده بود و رو اتحادیه اروپا اومده بود، اینا چیکار کردن؟ همه این کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اعتراض با، چون دیگه حکم رسمی داده بود دادگستری آلمان، سفرهای خودشون رو از ایران فراخ بودن. خود این فراخواندن سفرا، بیا اون زمانی که خمینی فرمان فتوای قتل و ترور سلمان رشدی رو داده بود، سفراشون فراخ بودن. خود این فراخواندن سفرا باعث کاهش شدید اقدامات تروریستی رژیم برای یه مدت شد و رژیم دید که الان چون این رژیمی هست که این جهان کنونی فلان جزیری دور افتادی نیست، کشوری با 85 میلیون باید مبادله داشته باشه با همه کشورها، ببیشه با اتحادیه اروپا، یعنی در دراز مدت نمیتونه خودش رو در انزوا قرار بده. یه مقدار خودش رو به اصطلاح چیکار کرده بود؟ جمع جور کرده. منتها دیدیم دوباره شروع شده، یعنی شما آمار الان اومده که رژیم در خارج از کشور 550 نفر از مخالفینش رو ترور کرد، از کردستان عراق گرفته تا ترکیه و پاکستان تا خود اروپای به اصطلاح غربی و سایر مناطق و فلان. بعد حالا ضمنی که رژیم این اقدامات جاسوسی و تروریستی رو برای حذف مخالفینش انجام میده، حتی هنرمندانی مثل فریدون فرخزاد و فلان اینا، در این حال یک بیزنس پرسود هم هست. یعنی الان این بیزنس گروگانگیری برای رژیم فقط این نیست که مزدورای که خودش که به جرم عملیات تروریستی از تایلند گرفته تا سوئد گرفته تا من نمیدونم بلژیک گرفته، فرانسه تو زندان بودن، اونا رو مبادله کنه، بلکه حتی اگر اینم چنین نباشه پولهای کلان میگه. شما حساب برس صحبت سر اینه که میلیاردها دلار دولت اوباما آزاد کرد در جریان اون مبادله به اصطلاح افراد، یا مثلا دولت بریتانیا اون پولای که در دوره شاه برای خرید تانک چیفتن اختصاص چند صد میلیون پوند، اونها رو گرفت تا نازنین زاغری رو به اصطلاح چیکار کرد؟ آزاد کرد. یعنی هم در راستای تقویت جنایات تروریستی و عملیات جاسوسی و تخریبی رژیم خواهد بود، هم کمک خواهد کرد به مالی این رژیم جنایتکار از طریق این بیزنس چند میلیاردی گروگانگیری. یعنی تو از هر زاویه نگاه بکنی، تو نه تنها هیچ ختمتی این قرارداد استرداد به اصطلاح زندانیان، هیچ ختمتی به امر حقوق بشر و منافع راستین و مردمان نمی کنی، بلکه دارید تشویق میکنید، ترغیب میکنید رژیم اسلامی رو که همین رویه چهاردهه خودش برای ترور، جاسوسی و گروگانگیری رو ادامه بده، چون میبینه که اینه. و در اینم هست که روحیه میده به آدمای خودش، اگر رژیم الان نتونه اسدالله اسدی رو از زندان برهانه، یا اون سه تا تروریستی که فرستاده بود تایلند، یکیش بمب منفجر شد پای خودش قطع شد، نجات بده، اون وقت هیچ مزدور جمهوری اسلامی دیگه حاضر نخواهد. میگه آقا تو از ما پول، ما اگر دستگیر بشیم موفق نشیم تو از ما هیچ پشتیبانی نخواهید. یا هیچ یک از این ایرانیان ساکن کشورهای غربی و آمریکای شمالی دیگه تن به جاسوسی نخواهد داشت، چون میدونه اگه دستگیر بشه هیچ پشتیبانی نداره. رژیم الان از طریق این قرارداد بهشون قوت قلب میده، میگه که آسوده باشید، هر کاری خواستید بکنید، ما هواتون رو داریم، بعد از چند ماه یا چند سال شما رو آزاد. بله دقیقا همین جوری که میگی، این امکان رو میده که به همین شکلی که میگه عمل بکن. البته خب به هر حال الان با توجه به این مسئله، این وظیفه همه نیروهای علل خصوص ایرانی هست، نیروهای چپ ایرانی، نیروهای آزادی خواه ایرانی، نسبت به هیچ مهم نیستش که در کدام کشور اتفاق افتاده. اینا میدونن که با توجه به موقعیتی که الان به لحاظ سیاسی مرزی توی کشورهای اروپایی وجود داره، اروپا رو میتونن به عنوان یک کشور در نظر گرفت. وقتی که مرزی وجود نداره، رفت آمد آزاده و کنترلی به اون معنا وجود نداره، علل خصوص بین کشورهای شنگن،
این امکان رفت و آمد هست، پس تردد هر نیرویی از اونا این امکان رو داره. به همین شکل برای شهروندان به اصطلاح ایرانی ساکن در اروپا این نگاه باید وجود داشته باشه که مهم نیست در کدوم نقطه از اروپا این قرارداد بسته میشه، چرا که آسیبش میتونه برای تمامی شهروندان ایرانی تمامی اروپا باشه. به این خاطر که خوبه که همه دست به دست هم دیگه نسبت به این مسئله از همون به اصطلاح کشورهایی که ساکن هستن اعتراض خودشون رو نسبت به این مسئله اعلام کنن، حالا به روش‌های مختلف، به اصطلاح از طریق دولت‌های خود اون کشورها یا از طریق به اصطلاح برخورد با سفارت‌هایی که بلژیک در کشورهای مختلف داره، میتونن نسبت به این قرارداد اعلام نارضایتی خودشون و به اصطلاح عواقب یک چنین قراردادی رو برای شهروندان ایرانی علنی برای مردم بازگو کنن و تلاش کنن برای مقابله با این مسئله. اینا این نکته رو هم بگیم که خود دولت آمریکا که رسما اعتراض کرده بود به دولت بلژیک بابت این کار، ولی خودتون همین کارو کردید دیگه، در دوره اوباما همین کار صورت گرفت. درست؟ یعنی شما پولای کلانی دادید به جمهوری اسلامی که گروگان‌های آمریکایی یا دو تابعیتی یا خارجی رو به سر چیکار کنید، آزاد کنید. خودت هم در ابتدای بحث یه اشاره‌ای هم کردی، همین الان خطر در مورد پناهندگان سیاسی کرد ترکیه و کرد سوریه که رژیم فاشیست اردوغان هر دو جریان هم حزب کارگران کردستان ترکیه رو حق تعیین سرنوشت خودشون می‌جنگن و روژاوا که اصلا کردای روژاوا یک اصلا نقش اساسی داشتن، حتی مورد حمایت نظامی و مالی آمریکا هم بودن که در شکست داعش، همین حالا اگر اونا نباشن این چند هزار داعش که تو اونجا حبس هستن معلوم نیست کی بخواد نگهداری بکنه. اینا رو گفتن گروه های تروریستی، حالا گروگان گرفته، دولت ترکیه گروگان گرفته اتحادیه اروپا رو میگه که و ناتو رو میگه که خب من به شرطی رأی میدم که فنلاند و سوئد عضو ناتو بشن که شما دیگه اولا جلوی دادن پناهندگی سیاسی به این کردای این دو کشور رو بگیرید. و حتی صحبت از تو یکی از سخنرانی‌هاش اردوغان صحبت از یک لیست 73 نفره از رهبران این کردای به اصطلاح چیز کرده، به ویژه کردای ترکیه و حزب کارگران کردستان، که اینا باید به اصطلاح اینا رو چیکار بکنن، اخراج کنن و تحویل دولت ترکیه بیدن، و خودش مدعی بود که دولت سوئد یا دولت فنلاند این رو هم پذیرفته، ولی اونا صداشو در به اصطلاح چیه نیاوردن اینا. یعنی دولت ترکیه هم از طریق عضویتش در ناتو امتیازاتی میگیره، هم این چند میلیون پناهجویی که در خاک خود ترکیه هستن هر بار که شاخ به شاخ میشه به اتحادیه اروپا مثل این سر شیر رو میگن باز میکنه، میگه اینو باز میکنه این پناهنده ها بیان پدرشون شما رو در بیارن. در جایی مجبورن امتیاز پشت امتیاز به این رژیم اسلامگرای فاشیست بدن، و یعنی عواقب کاملا پردامنه ای داره، یعنی فقط شامل حال پناهنده های سیاسی و مخالفین جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود، شامل مخالفین حکومت اردوغان، مخالفین حتی ممکنه مثلا حکومت عربستان و سایر حکومت‌های ارتجایی و دیکتاتوری هم بشه. به این خاطر بود که همونجور که گفتی اوایل صحبت هم عرض کردم که این داره مثل این که به یه سیاست کلان داره تبدیل میشه، یعنی اینکه ممکنه اصلا کلن این قضیه بره تو به اصطلاح صحنه اتحادیه اروپا، و اگر چنین چیزی اتفاق بیفته خب واقعیت این که یک فاجعه بسیار، الان هم فاجعه است خود این قرارداد، ولی بسیار وسیع‌تر، چرا که نشون میده که این یک کاریه هماهنگ داره انجام میگیره، یعنی از اون همزمانی اینها این ذهنیت رو ایجاد میکنه که میتونه به یک سیاست کلان اتحادیه اروپا برخلاف ادعاهاش تبدیل بشه. متاسفانه برو ما خواهان آزادی بیقید شرط همه اون دو تابعیتی ها خارجی هایی که بیگناه رژیم اینا رو دستگیر کرده، به گروگان گرفته، داره عکاسی میکنه و تو سلولای انفرادی هستن، از جمله احمد رضا جلالی فر که زیر حکم اعدامه، خواستار آزادی بیقید شرط اونا هستین، چون متقیدیم جرم مرتکب نشدن.
ولی اگه قرار باشه، حتی همسر خود احمدرضا جلالی هم اومده گفته بود من نمیخوام به قیمت اینکه شما یک جنایتکار جمهوری اسلامی مثل حمید نوری یا اسدالله اسدی رو تحویل ایران بدید که مثلا همسر ما بخواهی داری، من نمیخوام به این قیمت باشه. احمدرضا کاری نکرده، به این خاطر باید آزاد بشه، درست؟ ولی به قول معروف ما خانه آزادی اونا هستیم، ولی چنین معاملات مشمئز کنندی، چنین قراردادهای مشمئز کنندی نه تنها به امر حقوق بشر، به امر پناهندگی سیاسی کمک نمی کنه، بلکه سبب تشویق بیشتر به اصطلاح عملیات تروریستی جاسوسی و گروگانگیری رژیم میشه. یک نوع در واقع شما ضمانت قانونی، یک نوع گارانتی دارید ایجاد میکنید برای تروریستای و جاسوسای رژیم که از این بعد هر کاری خواستید بکنید، چون بعد اگر ما شما رو گرفتیم در محاکمه قضایی ما محاکمه هم شدید و به چند سال یا چندین سال محکوم شدید، خیالتون راحت باشه بعد مدتی دولت ما برنامه همین قرارداد نوشته و قرارداد سایر دولت‌های اروپایی که اصلا به رأی پارلمان هم گرفتی ازشون نشدید معامله خواهیم کرد، خیالتون راحت باشه. در این حال این سیگنال رو به دیگر دولت‌های دیکتاتور از جمله دولت ترکیه هم داده و میده که اونا هم بتونن همون سیاست رو پیش ببرن و همون معامله ها رو انجام بدن و همون جنایت ها رو به قول مرواج در نهایت هم میان یه همچین قراردادی رو نهایت هم میبندن، مبادله زندانی رو رسمیت میدن، هرچند توی اونها هم سابق انجام گرفته. بین تمامی این دولت های دیکتاتوری و اروپایی و آمریکایی این مسائل بوده، تنها مختص جمهوری اسلامی نبود، ولی الان دیگه موقعیت رو آماده میکنن، رسمیت میدن بهشون. ولی به همون شکلی که و به درستی خوب اشاره کردی، طبیعتا باید ما خواهان آزادی اون شهروندان عادی باشیم که توی جمهوری اسلامی که میدونیم شهروندای عادی هستن. نمونش همین بلژیکی که به عنوان یه امداد رسان عرض کردم اونجا دیگه چیز شد، اینو فقط گرفته که بتونه معامله بکنه، فقط همین نقشو داره. خب ما طبیعیه که باید خواهان آزادی اونا باشیم، ولی این زمینه داره، یعنی به قول معروف امکانات دیگری رو میتونن در مقابلش قرار بدن که تا اینکه دست جمهوری اسلامی رو به این شکل باز بذارن که باز دوباره خیلی وسیع‌تر به جنایتاش ادامه بده. یه ضرب المثل هست، میگن پیش نماز، حالا من کلمه رو نمیگم، پیش نماز فلان کنه من نمیدونم پس نماز فلان میشه، حالا سر کشورهای غربی مدعی مدرنیته و پیشرفت و حقوق بشر این کارا رو میکنن، تو دیگه از این کشورهای به اصطلاح جهان سومی چی؟ شما حساب برید روح اللازم بدون کمک سازمانهای امنیتی عراق نمیتونست دستگیر بشه و به ایران منتقل بشه و بعد اعدام بشه. یا عبدالملک ریگی رهبر جیش العد گروه بلوچ به کمک دولت دبی و امارات و همچنین جمشید شارمت که اصلا رفته بود توی دبی، حالا خانواده شو ببینه کار داشت چی داشت، به کمک همون امارات متحده عربی به ایران فرستاده شد. یا تو دولت بسیار چی، تو خود اون آقای منوچهر فولادمند که مسئول انجمن پادشاهی بود تو خود ترکیه دستگیر شد و باز با کمک و چشم‌پوشی دولت ترکیه به ایران برده شد و کلی پناهنده های دیگه از جمله سه تا زندانی به اصطلاح که به خاطر شرکت در خیزش دیماه 96 محکوم به اعدام شدن، اینا رو کی فرستاد؟ اینا به عنوان پناهنده در ترکیه حضور داشتن، اینا دولت اردوغان به ایران فرستاد که هر سه نفر به حکم اعدام محکوم شدن، که بعد یک طوفان تویتوری 11 میلیونی شد، رژیم عقب نشینی کرد، ولی پدر یکی از همون قربانیان خودکشی کرد، شاید دل رژیم به رحم بیاد پسرش مثلا چیه اعدام نشه. یعنی این کشورهای جهان سومی که از این به بعد دیگه همیشه که این کاره بودن، حالا میگن که برادر بزرگ ما قبله ما غرب داره این کاره میکنه، چرا ما نکنیم؟ اینا هم هست.